اما فارغ از سخت افزارهایی مثل PS4، ویتا و انواع اقسام هدست های واقعیت مجازی، ببینیم محبوب ترین بازی های سال 2017 چه بودند. برای پاسخ این پرسش باز هم بریم سراغ علیرضا. اگر شما هم مثل من شیفته مصر باستان هستید، بازی اساسین استریت مثل ماشین زمان میمونه که شما رو پرت میکنه به 3000 سال قبل، میمونه یکی از بزرگترین تمدن‌های جهان و یک عالمه آثار باستانی بسیار معروف. در اساسین استریت شما با یک تکنولوژی جدید از طریق DNA مثلا یه مومیایی میتونید برید به زمانی که اون فرد زنده بوده. داستان این قسمت مال زمان کلئوپاتراست و شما یه پلیسی هستید که توی تاریخ به عقب برگشته تا خاطرات پیشینیانش رو مرور کنه. حس قدم زدن کنار اهرام سگانه، مجسمه ابوالهول، هرم سرخ، دره پادشاهان و خیلی از شگفتی‌های معماری تجربه‌ایه که من حاضر نیستم از دستش بدم. شما رو نمی‌دونم. برگ برنده این بازی توجه به جزئیات آثار تاریخیه. مثلا اینکه میگن اهرام ثلاثه یه سطح خیلی صاف داشتن و نوکشون طلا بوده، توی این بازی میشه کاملا تجربه کرد که این صاف بوده یعنی چقدر صاف بوده. نوکش هم از طلا و توی ساعت‌های مختلفی از روز کاملا میدرخشه. تمام جاهای این بازی میشه این جزئیات رو کاملا دید و بسیار به نظر من چیز لذت بخشه. از نظر گرافیکی محیط بازی عالیه، ولی صورت‌ها یکم کم جون و بدون جزئیات هستند. یکی از نکات مثبت بازی حیوانایی هستش که کنترلش در اختیار شماست. مثل این باز که میشه مثل درون ازش استفاده کرد. خیلی از منتقدین میگن یکی از بزرگترین مشکلات این بازی این هستش که داستان خیلی قوی نداره. باگای بازی هنوز زیاده، ولی انقدری نیست که جلوی بازی کردنتونو بگیره. این دهمین نسخه بازی Assassin's Creed. دو نسخه قبلی از نظر منتقدا خیلی ضعیف بودن و بعد از کلی شکایت از طرف کاربرا به نظر میرسه یوبیسافت خیلی از مشکلاتو حل کرده. ولی در عین حال شاهکار جدیدی هم خلق نکرده، مخصوصا که این فصل کلی بازی خوب برای انتخاب وجود داره. سایت مترو به این بازی از 10.6 امتیاز داده. قیمتش 55 پونده و محدودیت سنی بازی برای بالای 18 سال. بازی Never Alone هم سرگرم کننده است، هم آموزشی. این بازی برای پلتفرم‌های مختلفی نوشته شده، از ایکس باکس و لینوکس و پلی استیشن گرفته تا موبایل و تبلت. یکی از منحصر به فردترین بازی‌هایی هستش که فرهنگ بومی‌های آلاسکا و اسکیموها رو به ما نشون میده. در یک جمله میشه گفت مثل یک مستند اینتراکتیو میمونه. جلوه‌های بصری، طراحی صدا و داستان‌گوییش عالیه. کلی هم جایزه‌های مختلف گرفته، مثلا بافتا. از اونجایی که برای رده سنی بالای 9 سال هست، میشه درک کرد که چرا ساختار بازی و گیم پلی ساده ای داره. داستان از این قراره که دختری با روباهش دنبال سرچشمه بوران و کولاک تو سرزمینشون میگرده. کاراکتر دختر و روباهش گرافیک تاثیرگذاری دارن و مناظر اطراف زیبان و حرکت‌ها هم خیلی نرم هستند. داستان از عناصر و شخصیت‌های مختلفی که واردش میشن خیلی هوشمندانه استفاده میکنه و تو آخر هر قسمت به ریشه یابی اون کاراکترها در فرهنگ اسکیموها میپردازه. بازی با برقراری ارتباط عاطفی بین تو و کاراکتر یک نگاه ستایش برانگیز به فرهنگ اسکیموها توی آدم ایجاد میکنه. در مجموع منتقدها بهش نمره 7.3 از 10 دادن. کمربندتون رو ببندید، استارت بزنید که بازی مسابقه ماشین گراند توریزمو اسپورت وارد پیست شده. این بازی اختصاصاً مال سونیه و آخرین ورژنش برای PS4 ساخته شده، ولی یه بخشی از این رو میشه با VR هم بازی کرد. این بازی با تکنولوژی HDR ساخته شده، ولی بدون اون هم کیفیت گرافیک قابل قبولی داره.
نسبت به نسخه‌های قبلی که معروف بودن به افتضاح بودن طراحی صدا، توی این نسخه این مشکل حل شده. گرافیک خیلی خوب این بازی، جزئیاتی که توی ماشین‌ها، پیست‌ها و جاده‌ها هستش، یکی از نقاط قوت این بازیه. ولی اینکه نمیتونید به دلخواه خودتون آب و هوا یا شب و روز رو توی جاده‌ها و مسابقاتون انتخاب بکنید، یکی از نقاط منفی این بازیه. این بازی داستان نداره. به زور یک دهم نسخه 4 سال پیشش گراند توریسمو 6 که 1200 تا ماشین و 100 تا پیست برای روندن داشت، اینجا فقط 160 تا ماشین و 28 تا پیست و جاده برای روندن داریم. این بازی روی مهارت روندن برای بازیکناش خیلی تمرکز کرده. کلی آموزش‌های جور و واجور برای رانندگی تو شرایط مختلف وجود داره. یک کمی بیش از حد زیاده. کاش یک کمپین و یه داستان خوبم داشت. چون بعد از چند دست بازی کردن واقعا دیگه خسته کننده میشه، مخصوصا اگه بخوای تروفی بگیرید. منتقدان تقریبا متفق القول به این بازی 7 از 10 دادن.